سلام و تازه ترین خبرها اسپریشن سیتی با من علی رادمهر خوش آمدید. حالا توجه نمایید به مشروع خبرها. 15 کشور اتحادیه اروپا 40,000 پناهجوی افغان را میپذیرد. یلوا جوهانسن، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا دیروز پس از ملاقات با وزرای داخلی کشورهای عضو این اتحادیه تأکید کرد که 15 کشور اتحادیه اروپا 40,000 پناهجوی افغان را میپذیرد. بر اساس سنده که خبررسانی فرانس پرس آن را دیده است، آلمان 25,000، هلند 3,159، فرانسه 2,500 و 12 کشور دیگر شماره کمتر از پناهجویان جدید افغان را خواهند پذیرفت. خانم جوهانسن این اقدام را یک عمل مؤثر همبستگی عنوان کرد و خواست تا به افغانهای بیشتر اجازه مهاجرت کنترل شده را بدهند تا از رسیدن غیر منظم آنان به اروپا جلوگیری شود. پیش از این کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اتحادیه اروپا خواسته بود تا 42,500 پناهجوی افغان را در جریان 5 سال بپذیرند، اما برخی از کشورهای این اتحادیه آن را رد کردند. ذبیح الله مجاهد میگوید داعش دیگر تهدید بزرگی در افغانستان نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که در 3 ماه گذشته بیش از 670 جنگجوی گروه داعش بازداشت شدند. او افزوده که داعش دیگر تهدید بزرگی در افغانستان نیست. آقای مجاهد تأکید کرده است که داعش گروه کوچکی بود که اکنون در کابل و ننگرهار متلاشی شده است. به گفته او ده‌ها مخفیگاه این گروه نیز از سوی آنان از بین رفته است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان تا کنون گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونبار را در افغانستان بر عهده گرفته است. واثق میگوید در یک حمله هدفمند در پنچر 5 طالب کشته و زخمی شدند. کبیر واثق معاون پیشین والی پنچر در توییترش نگاشته که در یک حمله هدفمند بالای طالبان شامگاه امروز در بازار ولسوالی عنابه پنچر 5 طالب کشته و زخمی شدند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که دیشب یکی از چرخبال‌های پاکستانی که می‌خواست بالای نیروهای جبهه مقاومت حمله هوایی انجام دهد، مورد حمله راکتی مقاومتگران قرار گرفت که بیشتر از 6 نفر تلفات داشت. و در آخر، تمام شرکت‌های هوایی افغانستان در فهرست سیاه اروپا قرار دارد و تازگی کمیسیون اروپا فهرست شرکت‌های هوایی را که استانداردهای ایمنی جهانی را رعایت نمی‌کنند نشر کرده است. در فهرست سیاه این اتحادیه نام 90 شرکت از 15 کشور جهان دیده می شود که از افغانستان نیست. تمام شرکت های هوایی آن در این فهرست گنجانده شده است. این فهرست سال 2 بار به روز رسانه می شود. سپاس از توجهتان. لطفاً برای تازه ترین خبرها کانال ما را دنبال کنید. تا خبر دیگر، وقتتان خوش.